لوح دنیا از آثار حضرت بهاءالله نازل شده بعد از کتاب مستطاب اقدس. بسم الناطق فی ملکوت البیان، حمد و ثنا سلطان مبین را لائق و سزاست که سجن متین را به حضور حضرت علی قبل اکبر و حضرت امین مزین فرمود و به انوار ایقان و استقامت و اطمینان مزین داشت. علیهما بهاءالله و بهاء من فی السماوات والارضین. النور والبهاء والتکبیر والثناء علی ایادی امره الذین بهم اشرق نور الاستبار و ثبت حکم الاختیار لله المقتدر العزیز المختار و بهم موج بحر العطا و حاج عرف و عنایت الله مولا الورا. نسأله تعالی ان یحفظهم بجنوده و یحرسهم بسلطانه و ینصرهم بقدرته التی غلبت الاشیاء. الملک لله فاطر السماء و مالک ملکوت الاسماء. نبأ عظیم می‌فرماید ای اصحاب ایران، شما مشارق رحمت و مطالع شفقت و محبت بوده اید و آفاق وجود به نور خرد و دانش شما منور و مزین بوده. آیا چه شد که به دست خود بر هلاکت خود و دوستان خود قیام کردید؟ یا افنانی علیک بهایی و عنایتی. خیمه امر الهی عظیم است، جمیع احزاب عالم را فرا گرفته و خواهد گرفت. روز روز شماست و هزار لوح گواه شما. بر نصرت امر قیام نمایید و به جنود بیان به تسخیر افعده و قلوب اهل عالم مشغول شوید. باید از شما ظاهر شود آنچه که سبب آسایش و راحت بیچارگان روزگار است. کمر همت را محکم نمایید، شاید بندگان از اسیری فارغ شوند و به آزادی رسند. امروز ناله عدل بلند و حنین انصاف مرتفع، دود تیره ستم عالم و امم را احاطه نموده. از حرکت قلم اعلی روح جدید معانی به امر آمر حقیقی در اجساد الفاظ دمیده شد و آثارش در جمیع اشیای عالم ظاهر و هویدا. این است بشارت اعظم که از قلم مظلوم جاری شده. بگو ای دوستان، ترس از برای چه و بیم از که؟ گلپارهای عالم به اندک رطوبتی متلاشی شده و می شوند. نفس اجتماع سبب تفریق نفوس موهومه است. نزاع و جدال شأن درنده های عرض. به یاری باری شمشیرهای برنده حزب بابی به گفتار نیک و کردار پسندیده به غلاف راجع. لازال اخیار به گفتار حدائق وجود را تصرف نمودند.
بگو ای دوستان حکمت را از دست مدهید، نصائح قلم اعلا را به گوش هوش بشنوید. عموم اهل عالم باید از زر دست و زبان شما آسوده باشند. در کتاب اقدس در ذکر عرض تا نازل شده آنچه که سبب انتباه عالمیان است. ظالمهای عالم حقوق امم را غصب نموده اند و به تمام قدرت و قوت به مشتهیات نفوس خود مشغول بوده و هستند. از ظالم عرض یا ظاهر شد آنچه که عیون ملأ اعلا خون گریست. یا ایها الشارب و رحیق بیانی و ناظر الی افق ظهوری، آیا چه شده که اهل ایران مع اسبقیتشان در علوم و فنون حال پستر از جمیع احزاب عالم مشاهده می شوند؟ یا قوم در این یوم مبارک منیر خود را از فیوزات فیاض محروم منمایید. امروز از سحاب رحمت رحمانی امطار حکمت و بیان نازل. طوبی لمن انصف فی الامر و ویل للظالمین. امروز هر آگاهی گواهی می‌دهد بر اینکه بیاناتی که از قلم مظلوم نازل شده سبب اعظم است از برای ارتفاع عالم و ارتقاء امم. بگو ای قوم به قوت ملکوتی بر نصرت خود قیام نمایید، که شاید عرض از اسنام زنون و اوهام که فی الحقیقه سبب و علت خسارت و ذلت عباد بیچاره اند پاک و طاهر گردد. این اصنام حائلند و خلق را از علو و سعود مانع. امید آن که ید اقتدار مدد فرماید و ناس را از ذلت کبرا برهاند. در یکی از الواح نازل یا حزب الله به خود مشغول نباشید. در فکر اصلاح عالم و تهذیب امم باشید. اصلاح عالم از اعمال طیبه طاهره و اخلاق راضیه مرضیه بوده. ناصر امر اعمال است و معینش اخلاق. یا اهل بها به تقوا تمسک نمایید. هذا ما حکم به المظلوم واختاره المختار. ای دوستان سزاوار آن که در این بهار جان فضا از باران نیسان یزدانی تازه و خرم شوید. خورشید بزرگی پرتو افکنده و ابر بخشش سایه گسترده. با بهره کسی که خود را بی بهره نساخت و دوست را در این جامعه بشناخت. بگو اهریمنان در کمینگاهان ایستاده اند، آگاه باشید و به روشنایی نام بینا از تیرگی ها خود را آزاد نمایید. عالم بین باشید نه خود بین. اهریمنان نفوسی هستند که حائل و مانعند ما بین عباد و ارتفاع و ارتقاء مقاماتشان. امروز بر کل لازم و واجب است تمسک نمایند به آنچه که سبب سمو و علو دولت عادله و ملت است. قلم اعلا در هر یک از آیات ابواب محبت و اتحاد باز نموده. قلنا و قولنا الحق. عاشروا مع الادیان کلها بالروح و الریحان. از این بیان
آنچه سبب اجتناب و علت اختلاف و تفریق بود از میان برخاست و در ارتقاء وجود و ارتفاع نفوس نازل شده آنچه که باب اعظم است از برای تربیت اهل عالم. آنچه از لسان و قلم ملل اولا از قبل ظاهر فی الحقیقه سلطان آن در این ظهور اعظم از سماع مشیت مالک قدم نازل از قبل فرموده اند حب الوطن من الایمان و لسان عظمت در یوم ظهور فرموده لیس الفخر لمن یحب الوطن بل لمن یحب العالم. به این کلمات عالیات طیور افعده را پرواز جدید آموخت و تهدید و تقلید را از کتاب محو نمود. این مظلوم حزب الله را از فساد و نزاع منع فرمود و به اعمال طیبه و اخلاق مرضیه روحانیه دعوت نمود. امروز جنودی که ناصر امرند اعمال و اخلاق است. طوبی لمن تمسک بهما و ویل للمعرضین. یا حزب الله، شما را به ادب وصیت می نمایم و اوست در مقام اول سید اخلاق. طوبی از برای نفسی که به نور ادب منور و به طراز راستی مزین گشت. دارای ادب دارای مقام بزرگ است. امید آن که این مظلوم و کل به آن فائز و به آن متمسک و به آن متشبث و به آن ناظر باشیم. این است حکم محکم که از قلم اسم اعظم جاری و نازل گشته. امروز روز ظهور لعالی استقامت است از معدن انسانی. یا حزب العدل، باید به مثابه نور روشن باشید و مانند نار سدره مشتعل. این نار محبت احزاب مختلفه را در یک بساط جمع نماید و نار بغضا سبب و علت تفریق و جدال است. نسأل الله ان یحفظ عباده من شر اعدائه انه على كل شيء قدير. الحمد لله، حق جل جلاله به مفتاح قلم اعلا ابواب افعده و قلوب را گشوده و هر آیه از آیات منزله بابی است مبین از برای ظهور اخلاق روحانیه و اعمال مقدسه. این ندا و این ذکر مخصوص مملکتی و یا مدینه ای نبوده و نیست. باید اهل عالم ترن به آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسک نمایند تا به آزادی حقیقی فائز شوند. گیتی به انوار نیر ظهور منور، چه که در سنه 60 حضرت مبشر روح ما سواه و فدا به روح جدید بشارت داد و در سنه 80 عالم به نور جدید و روح بدیع فائز گشت. حال اکثر اهل بلاد مستعدند از برای اسخاء کلمه علیا که بعث و حشر کل به آن منوط و معلق است. در صحیفه حمرا در سجن عکا نازل شد آنچه که سبب سمو عباد و امار بلاد است. از جمله این بیانات در آن از قلم مالک امکان نازل. اس اعظم
که اداره خلق به آن مربوط و منوط آن که اول باید وزرای بیت عدل صلح اکبر را اجرا نماید تا عالم از مصاریف باهزه فارغ و آزاد شود. این فقره لازم و واجب، چه که محاربه و مجادله اس زحمت و مشقت است. دوم، باید لغات منحصر به لغت واحده گردد و در مدارس عالم به آن تعلیم دهند. سوم، باید به اسبابی که سبب الفت و محبت و اتحاد است تشبث جویند. چهارم، جمیع رجال و نساء آنچرا که از اقتراف و زراعت و امور دیگر تحصیل نمایند، جزئی از آن را از برای تربیت و تعلیم اطفال نزد امینی ودیعه گذارند و به اطلاع امنای بیت عدل صرف تربیت ایشان شود. پنجم، توجه کامل است در امر زراعت. این فقره اگرچه در پنجم ذکر شد و لکن فی الحقیقه دارای مقام اول است. در ممالک خارجه این فقره بسیار ترقی نموده و اما در ایران الهین امرش معوق است. امید آن که پادشاه ایده الله توجهی به این امر عظیم خطیر فرماید. باری به آنچه در صحیفه همرا از قلم اعلی نازل اگر تمسک نمایند، از قوانین عالم خود را فارغ مشاهده کنند. مکرر بعضی از اذکار از قلم اعلی جاری که شاید مشارق قدرت و مطالع عزت الهی وقتی از اوقات معید شوند بر اجرای آن. اگر طالب یافت شود آنچه از اراده مطلقه نافذه ظاهر گشته لوجه الله اظهار می شود، ولکن عین طالب و عین سائل و عین العادل و عین المنصف. حال هر یوم نار ظلمی مشتعل و سیف اعتصافی مسلول. سبحان الله، بزرگان ایران و نجبای عظام به اخلاق سبعی فخر می نمایند. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص. این مظلوم در لیالی و ایام به شکر و حمد مالک انام مشغول، چه که مشاهده شد نصائح و مواعظ تأثیر نموده و اخلاق و اطوار این حزب به درجه قبول فائز، چه که ظاهر شد آنچه که سبب روشنی چشم عالم است و آن شفاعت دوستان از دشمنان نزد عمرا بوده. کردار نیک گواه راستی گفتار است. امید آن که اخیار به روشنی کردار گیتی را روشن نمایند. نسأل الله تبارک و تعالی ان یعید الکل علی الاستقامه علی حبه و امره فی ایامه انه ولی المخلصین والعاملین. یا حزب الله، قلم اعلی عالم ها ظاهر نموده و ابصار را روشنی حقیقی بخشیده، ولکن اکثری از اهل ایران لازال از بیانات نافعه و علوم و فنون مبارکه محروم بوده اند.
یوم قبل مخصوص از برای یکی از اولیا، این کلمه اولیا از قلم اعلی ناظر که شاید اهل اعراض به اقبال فائز گردند و به قوامز مسائل اصول الهیه پی برند و آگاه شوند. معرضین و منکرین به چهار کلمه متمسک. اول کلمه فضرب و رقاب، و ثانی حرق کتب، و ثالث اجتناب از ملل اخرى، و رابع فنای احزاب. حال از فضل و اقتدار کلمه الهی این چهار صد عظیم از میان برداشته شد و این چهار امر مبین از لوح محو گشت و صفات سبوعی را به صفات روحانی تبدیل نمود. جلت ارادته و جلت قدرته و عظم سلطانه. حال از حق جل جلاله بطلبید و می طلبیم که حزب شیعه را هدایت فرماید و از صفات نالایقه نجات بخشد. از لسان هر یک از آن حزب در هر یوم لعنتها مذکور و ملعون با عین حلقی از غذاهای یومیه آن حزب است. الهی الهی تسمع حنین بهائک و صریخه فی اللیالی و الایام و تعلم انه ما اراد لنفسه امرا بل اراد تقدیس نفوس عبادک و نجاتهم عن نار زغینت و البغضاء التي احاطتهم فی کل الاحیان. ای رب قد ارتفعت ایاد المقربین الى سماع جودک و المخلصین الى هواء عطائک، اسألک ان لا تخیبها اما ارادو من بحر عطائک و سماع فضلک و شمس جودک. ای رب ایدهم الى آداب ترتفع بها مقاماتهم بین الاحزاب انک انت المقتدر العزیز الوهاب. یا حزب الله بشنوید آنچه را که استقاء آن سبب آزادی و آسودگی و راحت و علو و سمو کل است. از برای ایران قانون و اصولی لازم و واجب، ولیکن شایسته آن که حسب الاراده حضرت سلطان ایده الله و حضرات علمای اعلام و امرای عظام واقع شود. باید به اطلاع ایشان مقری معین گردد و حضرات در آن مقر جمع شوند و به حبل مشورت تمسک نمایند و آنچه را سبب علت امنیت و نعمت و ثروت و اطمینان عباده است معین فرمایند و اجرا دارند. چه اگر به غیر این ترتیب واقع شود علت اختلاف و زوزا گردد. در اصول احکام که از قبل در کتاب اقدس و سایر الواح نازل، امور راجع به سلاطین و رؤسای عادل و امنای بیت عدل شده و منصفین و متبصرین بعد از تفکر اشراق نیر عدل را به عین ظاهر و باطن در آنچه ذکر شده مشاهده نمایند. حال آنچه در لندره امت انگلیز به آن متمسک خوب به نظر می آید، چه که به نور سلطنت و مشورت امت هر دو مزین است.
در اصول و قوانین بابی در قصاص که سبب صیانت و حفظ عباده است مذکور، ولیکن خوف از آن ناس را در ظاهر از اعمال شنیعه نالایق منع می نماید. اما امری که در ظاهر و باطن سبب حفظ و منع است خشیت الله بوده و هست. اوست حارس حقیقی و حافظ معنوی. باید به آنچه سبب ظهور این موهبت کبراست تمسک جست و تشبث نمود. طوبی لمن سمع ما نطق به قلمی الاعلا و عمل بما امر به من لدن آمر قدیم. یا حزب الله وصایای دوست یکتا را به گوش جان بشنوید. کلمه الهی به مثابه نهال است مقر و مستقرش افعده عباد. باید آن را به کوثر حکمت و بیان تربیت نمایید تا اصلش ثابت گردد و فرعش از افلاک بگذرد. ای اهل عالم، فضل این ظهور اعظم آن که آنچه سبب اختلاف و فساد و نفاق است از کتاب محو نمودیم و آنچه علت الفت و اتحاد و اتفاق است ثبت فرمودیم. نعیما للعاملین. مکرر وصیت نموده و می نمایی دوستان را که از آنچه رائحه فساد استشمام می شود اجتناب نمایند، بل فرار اختیار کنند. عالم منقلب است و افکار عباد مختلف. نسأل الله ان یزینهم به نور عدله و یعرفهم ما ینفعهم فی کل الاحوال انه هو الغنی المتعال. از قبل به این کلمه اولیا نطق نمودیم. نفوسی که به این مظلوم منسوبند باید در مواقع بخشش و عطا ابر بارنده باشند و در اخذ نفس اماره شعله فروزنده. سبحان الله، این ایام ظاهر شده آنچه که سبب حیرت است. از قراری که شنیده شد نفسی وارد مقر سلطنت ایران گشت و جمعی بزرگان را به ارادت خود مسخر نمود. فی الحقیقه این مقام مقام نوحه و ندبه است. آیا چه شده که مظاهر عزت کبرا ذلت عظما از برای خود پسندیدند؟ استقامت چه شد؟ عزت نفس کجا رفت؟ لازال آفتاب بزرگی و دانایی از افق سماع ایران طالع و مشرق حال به مقامی تنزل نموده که بعضی از رجال خود را ملعب جاهلین نموده اند. و شخص مذکور در باره این حزب در جرائد مصر و دائره المعارف بیروت ذکر نموده آنچرا که سبب تحیر صاحبان آگاهی و دانش گشت و بعد به پاریس توجه نمود و جریده ای به اسم عروه الوثقا طبع کرد و به اطراف عالم فرستاد و به سجن عکا هم ارسال داشت و به این سبب اظهار محبت نمود و مقصودش تدارک مافات بوده. باری این مظلوم در باره او سمت اختیار کرد. از حق می طلبیم او را حفظ نماید و به نور عدل و انصاف منور دارد. لهو ان یقولم الهی الهی، تا
ترانی قائما لدى باب عفوك وعطائك وناظرا الى آفاق مواهبك والطافك اسألك بندائك الاهلا وسرير قلمك يا مولى الورى ان توفق عبادك على ما ينبغي لايامك ويليق لظهورك وسلطانك انك انت المقتدر على ما تشاء يشهد بقوتك واقتدارك وعظمتك وعطائك من في السماوات والارضين الحمد لك يا اله العالمين ومحبوب أفئدة العارفين ترى يا إلهي كينونة الفقر أرادت بهر غنائك وحقيقة الإسيان فرات مغفرتك وعطائك قدر يا إلهي ما ينبغي لعظمتك ويليق لسماء فضلك إنك أنت الفضال الفياض العامر الحكيم لا إله إلا أنت الغوي الغالب القدير يا حزب الله اليوم باید انظار كل به افق كلمه مباركه يفعل ما يشاء وحده متوجه باشد چه اگر احدی به این مقام فائز گردد او به نور توحید حقیقی فائز و منور و من دون آن در کتاب الهی از اصحاب زنون و اوهام مذکور و مرغوم بشنوید ندای مظلوم را و مراتب را حفظ نمایید این فقره بر کل لازم و واجب است مظلوم در جمیع ایام من غیر ستر و حجاب امام وجوه اهل عالم نطق فرمود آنچه را که مفتاح است از برای ابواب علوم و فنون و دانش و آسایش و ثروت و غنا ظلم ظالمین قلم اعلا را از سریر باز نداشت و شبهات مریبین و مفسدین او را از اظهار کلمه علیا منع ننمود از حق در جمیع احوال سائل و عاملم که اهل بها را از زنون و اوهام حزب قبل حفظ فرماید و مقدس دارد یا حزب الله علمای راشدین که به هدایت عباد مشغولند و از وساوس نفس اماره مسون و محفوظ ایشان از انجام سماع عرفان نزد مقصود عالمیان محسوب احترام ایشان لازم ایشانند عیون جاریه و انجام مزیعه و اسمار صدره مبارکه و آثار قدرت الهیه و بهور حکمت صمدانیه طوبی لمن تمسک بهم انه من الفائزین فی کتاب الله رب العرش العظیم البهاء من لدى الله رب العرش و السری عليكم يا أهل البهاء وأصحاب السفينة الحمراء وعلى الذين سمعوا نداءكم الأهلاء وأملوا بما أمروا به في هذا اللوح العزيز البديع